الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پروردگار عالم طاعت و عبادت های همه ما شما را قبول و مقبول در بار خود بگرداند و همه ما شما را توفیق پابندی به احکام دین از اوامر و نواهی الله رب العزت عطا فرماید. خطاها و لغزشها و کمیها و کاستیهایی که در طاعت و عبادت الله رب العزت در طول هفته از ما و شما سر زده، الله رب العزت ما و شما را مورد عفو و بخشش قرار داده و ما و شما را مورد مغفرت و بخشش خود قرار بده. شک نیست برادر اسلام که هدف اساسی انسان که در این دنیا در حقیقت عبادت الله واحد و یگانه می باشه، عبادتی که با کمال تأسف امروز اکثریت در رابطه با او شک نیست که مشکلات به حد زیاد داریم، و با می جهتی که ما بتانیم که توحید الوهیت که در حقیقت وحدانیت و یگانگی الله رب العزت در عبادتش می باشه، و به خاطر بیان از او الله رب العزت انبیاء علیه السلام فرستاده، و به خاطر استقرار از او انبیاء علیه السلام با مردم مبارزه کردن، خونها در رابطه با ای به زمین ریخته، زنهای بی حد زیاد بیوه شدن، جوانهای بی حد زیاد شهید شدن، و هدف اساسی امی بوده که تا مردم در حقیقت معنا و مفهوم درست عبادت بفهمن و از آن چیزی که مردم من حیث عبادت برای خود ایجاد میکنن و اختراع میکنن و در حقیقت او عبادت نه، بلکه در حقیقت او یک اسارت میباشد، مردم از این اسارت نجات بتن. از بمی اساس در هفته قبلی در رابطه با معنا و مفهوم عبادت ما و شما صحبت کردیم و برداشت های نادرست و غلط را که برخی کسای ما و شما یا آگاهانه و یا هم نا آگاهانه از عبادت برای خود ایجاد کرده بودیم، در رابطه با این برداشت های نادرست هم صحبت کردیم و علت از این برداشت های نادرست هم بیان کردیم که چرا امروز مردم عبادت تنها در چند شعیره دینی خلاصه می کنند و متباقی تمام عرصه های حیات زندگی را از عرصه های عبادت خارج می سازند. پس به این اساس با ارتباط آن چیزی که ما در خطبه گذشته گفته بودیم و بالاخره برای ما شما معلوم شد که عبادت در حیات زندگی یک انسان مؤمن و مسلمان در برگیرنده تمام عرصه های حیات زندگیش می باشه، در برگیرنده تمام اوقاتش می باشه، و در هر مکان و در هر وقت و زمانی که انسان مؤمن و مسلمان قرار داره مکلف به انجام دادن عبادت الله رب العزت می باشه. و الله که ما شما را پیدا کرده اینمی چه از ما از موتو می خواهیم: یا ایوها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. در اسلام به صورت کامل داخل شوین. اسلام یک دین کامل است و الله رب العزت می خواهد که در اسلام به صورت کامل ما و شما داخل شوین. پس کامل بودن اسلام برادرای مسلمان شک نیست که در برگیرنده تمام عرصه های حیات و زندگی هست، و به می خاطر ما در هفته گذشته هم در رابطه با یک عبادت هم ابعاد انفرادی داره و هم ابعاد اجتماعی داره و هم ابعاد مالی و اقتصادی داره و هم ابعاد سیاسی و نظامی داره، در این رابطه با شما صحبت مفصل کردیم و برای ما شما معلوم شد که در هر عرصه حیات و زندگی که هستیم باید که ما مطیع و فرمانبردار الله رب العزت باشیم، و شک نیست که دین مقدس اسلام من حیث آخرین ادیان و من حیث آخرین شریعت های سماوی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده و الله رب العزت این دین به نام دین کامل بر ما بیان کرده،
شک نیست که ما ایره گفتیم که هیچ عرصه حیات و زندگی ما اوتون نیست که مگر اسلام در رابطه با او احکام بیان کرد. پس به این اساس خواستیم که در رابطه با برخی از عبادت هایی که در عرصه های مختلف ما بیان کردیم یک سلسله روشنی بندازیم برادر اسلام و برخی از انحرافات را که در رابطه با این عبادت الله رب العزت ایجاد شده در رابطه با این انحرافات ما و شما صحبت بکنیم که تا آن چیزی که در حقیقت عبادت می باشه و شایسته از او الله رب العزت است او عبادت ما والله واحد و یگانه انجام داده و بالاخره با عدم انجام دادن از او به الله رب العزت ما و شما دچار مشکلات شرک و یا یکی خدای ناکرده انجام دادن عبادت به غیر الله جل جلاله نشه. از عبادت های انفرادی شروع میکنیم برادر اسلام. شک نیست که اگر ما یک انسان من حیث فرد در نظر بگیریم اینمی خود انسان من حیث یک فرد و من حیث یک شخص چند بود داره. یکی ابعاد داخلی ما و شما هست و یکی ابعاد ظاهری و خارجی ما و شما هست. یعنی ما و شما من حیث انسان یکی ابعاد داریم که در داخل خود ما و شما هست، نفس ما هست، قلب ما هست، روح ما هست، همه از این چیزا ابعاد داخلی ما و تو هست. و یکی ابعاد ظاهری ما و شما هست که در حقیقت اعضای بدنی که الله رب العزت برای ما و شما عطا کرده و استفاده از این هم در اختیار ما و شما گذاشته که ما از این قسم استفاده میکنیم. پس هر زمانی که ما در رابطه با عبادت های انفرادی صحبت میکنیم متوجه باشین که عبادت های انفرادی در برگیرنده عبادت های قلبی هم میشه و در برگیرنده عبادت های ظاهری ما و شما هم میشه. یعنی برخی عبادت هست که متعلق به عبادت های قلبی و داخلی ما و شما هست، یعنی به این معنی که در داخل ما الله رب العزت عبادت و پرستش میکنیم و برخی عبادت هایی هست که متعلق به ابعاد ظاهری ما و شما میشه که توسط از این اعضای بدن خود ما الله رب العزت مورد پرستش و عبادت قرار میدیم. و شک نیست زمانی که ما در رابطه با عبادت های قلبی صحبت بکنیم یعنی یکی از مشکلاتی که امروز در بین اکثریت ما و شما مسلمان ها در رابطه با توحید الوهیت ایجاد شده یکی در حقیقت عدم فهم درست در رابطه با عبادت های قلبی می باشه. یعنی به این معنی که انسان مؤمن و مسلمان هیچ گونه کدام احساس مکلفیت نمی کنه که ما در رابطه با ابعاد قلبی و داخلی خود هم مکلف هستم که الله رب العزت عبادت بکنم، تنها الله را عبادت بکنم و تماما ابعاد داخلی و قلبی ما تنها متوجه الله واحد و یگانه باشه. چرا تا با وقتی که ما ابعاد عبادت های قلبی خود به الله جل جلاله واحد نسازیم شک نیست که ابعاد ظاهری ما و شما هم متوجه باشن که خلل های به حجات ایجاد میشه. و جهت از این که الله رب العزت که ما شما را خلق کرده و پیدا کرده برادر اسلام متوجه باشین که انگیزه های داخلی ارتباط مستقیم با اعمال خارجی و ظاهری ما و شما داره. ما یک عمل انجام میتیم این عمل حتما یک انگیزه داخلی داره. پس آن چیزی که از عبادت های قلبی علما بر ما میفرمایند که ما مکلف هستیم که در رابطه با این عبادت ها الله را واحد و یگانه بشماریم متوجه باشین که در سرخط از این عبادت عبادت محبت الله جل جلاله قرار داره، عبادت ترس از الله جل جلاله قرار داره، عبادت توکل به الله جل جلاله قرار داره، عبادت پناه جستن به الله جل جلاله قرار داره. یعنی اگر ما تمام از عبادت ها را اگر ما شما شمار بکنیم شک نیست که عبادت های بی حد زیاده هست که متوجه اعمال قلبی ما و شما میشه. به طور مثال یکی از مهمترین عبادت های قلبی که ما به اون مکلف هستیم و همیشه این ما بیان میکنیم و بسیار کم کس در رابطه به اون توجه میداشته باشیم یکی همه عبادت اخلاص است برادر اسلام. همه اخلاص خودش یک عبادت است و محل از اخلاص در کجا هست؟ محل از نمی اخلاص در قلب ما و تو هست دیگه. اخلاص خود چیز ظاهری نیست بلکه اخلاص یک چیز قلبی می باشه. و الله رب العزت در قرآن مجید بار بار ما و شما ارشاد و راهنمایی میکنه و می فرماید که وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
عمل کردن نشدن مگر ای که عبادت بکنن الله رب العزت از روی اخلاص. از روی اخلاص به چی مانا؟ یعنی به این مانا که خالص کردن عبادت فقط و فقط برای الله. حنفا از تمام چیزهای باطل رو بگردن و به طرف دین حق روی بیارن. جز مکلفیت با شما هست عبادت. اخلاص چی را میگن برادر اسلام؟ عبادت اخلاص در حقیقت کلمه خود اخلاص از کلمه خلاصا گرفته شده و کلمه خلاصا و معنای سوچه کردن و پاکیزه کردن میگن. و حتی اگر ما در قوامیس زبان عربی مراجعه بکنیم خود کلمه خلاصا را عرب ها به این معنا استفاده میکنن که هر زمانی که ما همی عسل از همی مومش جدا میکنیم، یعنی عسل خالص میسازیم که مورد استفاده قرار میگیره، این همی عملیه را در زبان عربی به معنای خلاصا یاد میکنن، یعنی به این معنا که عسل خالص ساخت. و همه ما شما میفهمیم که عسل عبارت از یک غذایی هست که پروردگار عالم با قدرت کاملی خود برای ما شما انسان ها او را نه تنها که پیدا کرده بلکه او را شفا برای هر مرض گردانیده. و این همی عسل که زنبور عسل ایجاد میکنه شک نیست که در جایهای مختلف او را میگذاره و حد زمانی که ما این همی عسل خالص میکنیم این همی را با نام کلمه خلاصا یاد میکنن. اما اخلاص در عبادت چی را میگن؟ یک عبادت قلبی می باشه. هر زمانی که ما یک عمل را انجام میدیم برادر اسلام شک نیست که در داخل ما انگیزه های مختلف در رابطه با انجام دادن از این عمل ایجاد میشه. انگیزه های شیطانی، شیطان میخواد که عمل به طرف خود کش بکنه. انگیزه های هوایی و هوا و هوس و حیوانی و خواهشات نفسانی ما میخواهی که عمل به طرف خود کش بکنه. و شکل است که یکی از انگیزه هایی که در داخل موتو است انگیزه های رحمانی میباشه و الله رب العزت بخاطر از این انگیزه ها ملک را مقرر کرده. سبحان الله، ملک را مقرر کرده. و وظیفه از این ملک چی هست؟ وظیفه از این ملک است که تا اینمی انگیزه های ما شما را به طرف الله واحد و یگانه سوق بده. پس هر زمانی که ما یک عمل انجام میتیم متوجه باشیم که در رابطه با انجام دادن از این عمل ما مکلف استیم که در انجام دادن عمل خود فقط و فقط ما عمل بخاطر الله رب العزت انجام بدیم. و این میره به نام توحید و الوهیت یاد میکنن. عبادت قلبی ما و شما که عبارت از اخلاص است، یعنی به این معنی که سوق دادن انگیزه عمل به سوی الله رب العزت اینمی جز مکلفیت ما تو می باشه. پس به می خاطر است که علما بر ما میگن برادر اسلام که هر زمانی که ما یک عمل انجام میتیم قبل از انجام دادن عمل باید که ما عمل خود مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم که اینمی عملی که ما انجام میتیم هدف ما از انجام دادن از این عمل چی می باشه. انگیزه ای که مرا باعث انجام دادن از این عمل میکنه چی هست؟ هر زمانی که ما عمل مورد بررسی قرار دادیم، مورد ارزیابی قرار دادیم و بعد از او دانستیم که خب ما عمل به خاطر الله رب العزت انجام میدم، ما عمل به خاطر از اینکه الله مرا امر کرده و یا نهی کرده ما از این خودداری میکنم و ما یه عمل به این خاطر انجام میدم که الله رب العزت برای ما اجر و ثواب بده در آخرت، پس متوجه باشین که نمی بود اخلاص در عمل ما تو هست. و این اخلاص متوجه باشین که اگه عبادت قلبی هست و در هر عبادت و در هر عبادت و در هر عملی که ما تو انجام میدیم من حیث مسلمان مکلف هستیم که باید انگیزه را در خود ایجاد بکنیم. خب آل مسئله اخلاص تنها در عبادت ها و یا شعائر دینی نیست که ما تو انجام میدیم. قسمی که ما در هفته گذشته گفتم زمانی که ما عبادت میگم عبادت در حقیقت در برگیرنده تمام عرصه های حیات زندگی ما بیشه. حالی تو نمیشه که بیاییم من در مسجد به اصطلاح اخلاص داشته باشم به خاطر الله جل جلاله و نماز ادا بکنم اما زمانی که من از مسجد برامون دیگه خلاص اخلاص هم وجود نداره. نه، بلکه در هر قدمی که من میگذارم باید که عبادت اخلاص در من وجود داشته باشه. هر قدمت، هر حرکتت، هر سکونت، هر سخنت و هر کارت باید که به خاطر وجه الله رب العزت باشه. بس این میره دیگه توحید الوهیت میگن دیگه. ولیکن با کمال تعصب زمانی که ما اخلاص من حیث یک عبادت نشماریدیم و نفهمیدیم که اخلاص هم یک عبادت قلبی هست و من حیث مسلمان مکلف به انجام دادن از او هستم
پس به این خاطر متوجه باشین که ما در رابطه با یه عبادت اصلا توجهی نمیدیم و حتی بسیاری کسای ما و شما هست که در این شعائر دینی ما زمانه که میاید در رابطه با او اخلاص وجود نمیداشته باشه. از جمله عبادت های قلبی قسمی که براتون گفتم برادر اسلام، یکی هم عبادت محبت الله رب العزت میباشه. محبت الله به چی معنی؟ یعنی متوجه باشین که محبت کردن با الله رب العزت این جزء توحید و الوهیت داخل میشه و این جمله عبادت های قلبی ما و تو هست. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که هر کسی که سه چیز در او وجود داشته باشه، باز اون جسته که حلاوت و شیرینی ایمان باز او انسان می چشه. و یکی از اون چیزها می فهمین چی هست؟ که محبت الله و رسول از محبت هر چیز دیگه کرده در قلب از او بیشتر باشه. خب بیاییم ببینیم برادر اسلام که امروز ما در رابطه با عبادت محبت چقدر موقف گرفتیم. آیا در ذهن ما هم گشت که این محبت با الله هم این جز عبادت هاییست که باید ما انجام بدم و توحید و الوهیتی که ما گفتیم که انجام دادن عبادت فقط به خاطر الله واحد و یگانه و یکی از عبادت ها در حقیقت محبت با الله رب العزت می باشه. خب محبت با الله چرا عبادت است؟ و جهت از ایک متوجه باشیم برادر اسلام که الله رب العزت می فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. کسایی که بغیر از الله جل جلو خداهای دیگر را گرفتن، این خداهای خدا آنقدر دوست می داشته باشند مثل از اینکه خدا را دوست داشته باشند. ولیکن والذین آمنوا اشد حبا لله، ولیکن کسانی که ایمان دارند از اینا که به مراتب در محبتشان به الله جل جلو بیشتر و زیادتر می باشند. محبت به الله جل جلو جز عبادت های قلبی ما و تو هست برادر اسلام که ما در قلب خود باید که محبت به الله رب العزت چی بکنیم؟ ایجاد بکنیم. خب محبت به الله یعنی چی؟ آیا امکان داره که اگه انسان مؤمن و مسلمان بیاید و برای بگه ما به الله محبت ندارم؟ قطعا این جز مکلفیت ما و تو هست. ولیکن آیا محبت به الله تنها یک شعار است که ما میتیم؟ تنها یک چیز هست که توسط زبان او را اقرار میکنیم و یا یکی محبت با الله جل جلاله از ما تو عمل میخواید؟ چرا زمانی که ما محبت و عبادت قلبی میگیم متوجه باشین که محبت قلبی تنها در قلب باقی نمیمانه، بلکه این عبادت ها باید که در حیات و زندگی ما و شما تأثیرات خود داشته باشه دیگه. حالا زمانی که ما اخلاص من حیث عبادت میگیم، این به این معنا نیست که اخلاص یک عملی هست که در قلب باقی میمانه، نه، بلکه اخلاص در ساحه عمل در تمام عرصه های حیات زندگی باید نمایان شود. محبت الله جز عبادت های قلبی ما و تو است و این محبت الله در تمام عرصه های حیات زندگیت باید نمایان باشه دیگه. تنها این نمیشه که بگی من خدا را دوست دارم ولیکن در عملت ولیکن در عرصه های حیات زندگیت اصلا ما دوستی و محبت الله جل جلاله را نبینیم. و این چیزی که مردم های سابق هم ادعا میکردن برادر اسلام، یهود و نصارا، نصانی هایی که به الله جل جلاله نسبت فرزند دادن، یهودی که انبیاء علیهم السلام و به شهادت رساندن، یهودی که تورات گرفتن و تحریف کردن و چی فساد نبود که در زمین برپا نگونا، هم ادعای محبت الله رب العزت می کردن. و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ادعا می کردن دیگه ما فرزندای خدا هستیم، ما محبوبان الله هستیم، ما الله جل جلاله را دوست داریم، محبت داریم. امروز ما شما هم میبینید که بسیاری کسایی هستن که دعای محبت الله را میکنن. سر یکی صاحب دوله گرفته و یکی سرنای گرفته صاحب، یکی اقصیده را، یکی صاحب دعای محبت الله را میکنه که ما با الله محبت داریم و بالاخره از محبت هم تجاوز میکنه، مسئله عشق برای ما و شما میاره، عشقی که اصلا در اسلام جای نداره برادر اسلام. با کمال تاسف بگویم ما در اسلام عشق نداریم، ما در اسلام محبت داریم. فرق از بین عشق و بین محبت. ولیکن با کمال تاسف امروز که ما محبت من حیث عبادت الله نفهمیدیم، ببینید که ما در عبادت الله چه چیزهایی را داخل کردیم. عشق در حقیقت تجاوز در محبت می باشه و اسلام هیچ وقت تجاوز دوست نداره، ولو که در عبادت باشه، ولو که در عبادت باشه الله دوست نداره که ما تجاوز بکنیم.
پس حالا این محبت الله چی هست؟ ما چه قسم میتونیم که محبت الله را من از عبادت در حیات و زندگی خودی عبادت قلبی را انجام بدیم برادر اسلام؟ شک نیست که محبت الله از خود علامت داره دیگه. هر کسی دعا میکنه که من الله را دوست دارم، ولیکن واقعا کیها الله را دوست دارن و واقعا کیها عبادت محبت من حیث عبادت انجام دادن؟ اینجا سک الله رب العزت قاعده را برای ما بیان میکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. هر یک دعای محبت الله را میکنه و عبادت الله جز عبادت قلبی ما و تو میباشه. ولیکن علامه از این چی هست برادر اسلام؟ علامه از این تنها ایست که ما ادعا بکنیم و یا علامه از این میباشه که باید دیل در عمل پیاده بکنیم. پس از زمین جهت است که الله رب العزت در قرآن مجید برای ما میفرمایه قل این کنتم تحبون الله، بگو اگر شما ادعا میکنید که ما الله جل جلو را دوست داریم، در رابطه با این دوستیتان باید که علامه را شما نشان بدین و این علامه در حقیقت عبارت چیست؟ فتبعونی، عمل میکنه با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که بگوی برشان اگر شما ادعای محبت الله را میکنین از ما پیروی بکنین، نه از ما پیروی بکنین. شما که از ما پیروی کنین باز اونجا سک الله رب العزت شما را دوست میداشته باشه. محبت همیشه دو جانبه میباشه برادر استم، محبت همیشه دو جانبه میباشه. و می خاطر است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمه که اگر تو یک برادر مسلمان تا دوست داری، دوستی تا برای از او اظهار بکن که تا محبت بین شما چه شوه ایجاد شوه. خب زمانی که ما میگیم الله را دوست داری، پس الله جل جلاله هم ما را دوست داشته باشه. ولیکن آیا الله تنها باقی که میگه ما الله را دوست داریم، الله ما شما را دوست میداشه؟ نه برادر استم، الله رب العزت از ما میخواد که تو زمانی که عبادت قلبی را انجام میدی باید که علامه را برای ما انجام بدی. او علامه را که نجات دادی باز او وقت مربوط محبت الله جل جلاله قرار میگیره. بهترین علامه فتبعونی، از ما پیروی بکنین، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، الله جل جلاله شما را دوست میداشته باشه و شما را مورد عفو بخشش قرار میده. مسیر چرا براتون میگم برادر اسلام؟ با کمال تعصب بگویم که امروز انحرافی که در عبادت محبت در ما شما پیدا شده، امروز ما بسیاری کسا را میبینیم که اعمالشان مطابق اسلام نیست، روش و سلوکشان مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیباشه. احکام اسلام چی میگن و این جناب های محترم چیز دیگه را انجام میتن و در پهلوی از این ادعای محبت الله رب العزت هم میکنن. پس با یقین بدانید که محبت با الله جل جلاله نیست، این جفا با الله جل جلاله میباشه. محبت با الله از ما و تو تقاضا میکنه که باید اعمال روش و سلوک ما و تو مطابق چی باشه؟ مطابق احکام اسلام و مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه. اگر میخواین که واقعا معیار محبت الله رب العزت در خود ارزیابی بکنین که ما با الله چقدر محبت داریم، بیاین اعمالتان ارزیابی بکنین که چقدر اعمال و روش و سلوک ما مطابق احکام اسلام میباشه. باز وقت باز ما تو ادعا بکنیم که آیا واقعا ما الله را دوست داریم و یا این تنها یک شعاری هست که توسط زبان میگیم. پس محبت یک عبادت قلبی هست برادر اسلام و الله رب العزت از ما و تو میخواهی که این محبت تنها و تنها برای کی صورت بگیره؟ برای الله رب العزت صورت بگیره. الله هیچ وقت نمیخواه که با محبت از او ما کسی دیگر را هم چی بکنیم؟ دوست داشته باشیم. در محبت الله کسی را ما و تو شریک بسازیم. این هیچ وقت به این معنا نیست برادر اسلام که ما برادر مسلمان خدا دوست نداشته باشیم، ما وطن خدا دوست نداشته باشیم، ما فامیل خدا دوست نداشته باشیم، ما پدر و مادر خدا دوست نداشته باشیم. این هیچ وقت به این معنا نیست، غلط فهمی نکنیم. عالمه که میگم خلاص دیگه محبت الله از محبت هر چیز، یعنی به این معنا که خلاص دیگه ما با هیچ چیز دیگه محبت نداشته باشیم، نه. محبت الله در سرخط تمام محبت ها قرار میگیره و با هر کس و هر چیز دیگه که من محبت میکنم، محبت ما باید ناشی از محبت الله باشه. ای کاش که قاعده را بفهمین برادر اسلام.
با هر چیز و هر کس دیگه که من محبت میکنم، این محبت من ناشی از محبت الله باشه. پس هر محبتی که ناشی از محبت الله باشه، او در حقیقت محبت با الله هست برادر اسلام. ولیکن هر زمانی که محبت ما ناشی از محبت الله نیست، بلکه برخلاف آن چیزی که محبت الله تقاضا میکنه ما با چیز دیگر محبت میکنیم، باز ما متوجه باشیم که در این محبت ما عبادت الله جل جلاله انجام ندادیم، بلکه عبادت هوا و هوس یا خواهشات نفسانی و هر آن چیز دیگه که باشه انجام دادیمش. به چی معنا؟ اگر ما اولاد خدا دوست می داشته باشیم، شک نیست که دوست داشتن اولاد جز غریزه انسانی ما اوتو هست، دوست داشتن پدر و مادر جز غریزه انسانی ما اوتو هست، دوست داشتن فرزند و اولاد و خانم جز غریزه انسانی ما اوتو می باشه، دوست داشتن به اصلاح وطن در جایی که ما اوتو کلان شدیم و پرورش شدیم به اصلاح جز غریزه انسانی ما اوتو هست، خامخواه دوست می داشته باشیم. ولیکن متوجه باشیم که دوست داشتن از این چیزا باید ناشی از محبت الله باشه. ما خانم خدا چرا دوست می داشته باشم؟ به جهت از اینکه در شریعت مرا امر کرده که باید دوستش داشته باشم دیگه. الله رب العزت چی می فرمایه؟ و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. پس ما که خانم خدا ناشی از امر الله جل جلاله و امر رسول ما دوست می داشته باشم، متوجه باشین که دوستی هیچ وقت منافی چی نیست؟ منافی محبت الله نمی باشه. چی وقت دوست داشتن خانم منافی محبت الله می باشه؟ هر زمانی که ما خانم دوست داشته باشیم و مطابق چیزی که خانم بگه ما عمل بکنیم و آن چیزی که احکام الهی زیر پای بکنیم، باز متوجه باشیم که دوست داشتن با تو منافی دوست داشتن محبت الله است. من وطن خدا دوست دارم، من کشور خدا دوست دارم، به جهت از اینکه ما در این خاک تربیت شدیم، ما در این خاک کلان شدیم و از این خاک ما استفاده کردیم. ما وطن خدا چرا دوست دارم؟ به جهت از اینکه در اینجا ما اسلام را قائم بسازم، ما دین الله را قائم بسازم. وطنی که دین الله را نپذیرفت، اولادی که دین الله را نپذیرفت، برادری که دین الله را نپذیرفت، باید که ما با او محبت نکنیم برادر اسلام. الحب فی الله والبغض فی الله، متوجه باشین که جز ایمان و عقیده ما و تو هست. با هر کسی که عداوت میکنی، عداوتت ناشی از آن چیزا باشه که دشمن خدا هست. با هر آن چیزی که محبت میکنی، محبتت ناشی از حب الله باشه، به جهت از اینکه الله را چی داره دوست داره. و به این خاطر است متوجه باشین که دشمنی با مؤمن دشمنی با کی هست؟ دشمنی با خدا هست. دشمنی با مؤمن دشمنی با خدا می باشه. و الله رب العزت در قرآن مجید موتور ارشاد و راهنمایی کرده، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. پروردگارا در قلب ما هیچ وقت عداوت دشمنی انسان و مؤمن چه نتیجه ای نده. نه تنهایی که هر زمانی که ما با یک مؤمن با یک مسلمان دشمنی میکنیم، عداوت میکنیم، این در حقیقت اعلان جنگ با خدا هست و الله با موتور اعلان جنگ میکنه. پس متوجه باشین که محبت یک عبادت است برادر اسلام. و عبادت برای کی انجام شوه؟ لایق و سزاوارش کیست؟ مستحقش کی می باشه؟ الله واحد و یگانه می باشه. پس حالا بیایم ببینیم که در این عبادت ما شما چقدر کمی واکاستی کردیم و اصلا در رابطه با این فکر هم نکردیم. محبت الله جل جلاله تقاضا میکنه که ما نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشیم، محبت داشته باشیم. محبت الله جل جلاله از ما و تو تقاضا میکنه که تمام اون چیزی که الله رب العزت ما و شما را به او امر کرده، ما و شما باید دور دوست داشته باشیم و محبت داشته باشیم. و تا به وقتی که محبت الله و محبت رسول از تمام محبت های ما و تو به اصطلاح غالب نشه، متوجه باشیم که ایمان ما و تو هیچ وقت تکمیل نمیشه برادر اسلام. لا یؤمن احدکم، ایمان کامل پیدا نمیکنه هیچ یکی از شما. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید حتی اکون احب الیه، تا با وقتی که من به نزد او محبوب باشم، از نفسش کده، از اولادش کده و از همه انسان ها کده، من به نزدش محبوب باشم. بیاین ببینیم واسه ما ارزیابی بکنیم که امروز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قلب ما تو چقدر محبت داره، ما چقدر در غم پیغمبر هستیم، ما چقدر با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم محبت داریم. محبت یعنی چی؟
محبت چی را تقاضا میکنه برادر اسلام؟ محبت اطاعت و فرمانبرداری را تقاضا میکنه. ما چرا باید الله را از همه کس زیاد دوست داشته باشیم؟ و جهت از اینکه ما بتونیم که احکام الهی را در خلاه زندگی خود پیاده بکنیم. ما چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشیم؟ با جهت از اینکه ما بتونیم که چیزی که پیغمبر گفته در حیات و زندگی خود پیاده بکنیم. برادر اسلام، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. عبادت دیگر عبادت قلبی برادر اسلام که شاید اکثریت ما اصلا در رابطه با او فکرم نکرده باشیم، سبحان الله. و این نه تنها که عبادت است که ما او تو مکلف به او هستیم، حتی ملائکه که ملک هستند، فرشته هستند، در طبیعت و سرشت از اونها معصیت و گناه دیده نمیشه، حتی اونها هم مکلف به انجام دادن از عبادت میباشه. و عبادت قلبی ما چه هست؟ عبادت ترس از الله جل جلاله. و برادر اسلام، ترس از الله یه جز محبت عبادت قلبی ما و تو هست که قلبن باید ما و تو الله را با اصلاح عبادت بکنیم. عبادت خود تنها توسط از این اعضای بدن نیست برادر اسلام. ما خود در رفته گذاشته گفتم که عبادت یک مفهوم عام و شامل می باشم، اما امروز تنها در رابطه با عبادت های انفرادی صحبت میکنم. عبادت های اجتماعی را به جایش بان، عبادت های مالی را به جایش بان، عبادت های اقتصادی را به جایش بان، عبادت های سیاسی را در جایش بان. کل از اون ما تنها امروز در رابطه با عبادت انفرادی خود صحبت میکنیم، و از عبادت انفرادی هم عبادت های قلبی را تنها ما میگیم. منو در عبادت های اعضای بدن نرسیدگی است. ما با قلب خود باید الله را پرستش بکنیم، با قلب خود باید الله را واحد و یگانه بشماریم. در اخلاص ما، در محبت ما، و بالاخره در ترس از الله جل جلاله. برادر اسلام، ترس و خوف از الله این یک عبادت است، یک پرستش است. لایق سزاوار از این کی می باشه؟ الله واحد و یگانه می باشه. خب میگی ترس دیگه چه قسم عبادت می باشه؟ شما برای ما بگیم برادر اسلام، ما از کی می پرستیم و چی وقت می ترسیم؟ ما از کی می ترسیم و چی وقت می ترسیم؟ شک نیست از هر چیزی که ما میترسیم، ما در مقابل از او خدا عاجز میبینیم. از هر آن چیزی که ما میترسیم، شک نیست که ما به او یک بزرگی، یک قدرت، یک قوت به اصطلاح قائل میشیم دیگه. وگرنه کسی که به اصطلاح قوت و قدرت نداشته باشه، کسی که به اصطلاح یک بزرگی نداشته باشه، از دیگه ما ترس و بیم نداریم برادر اسلام. خود شما بگین که این ترس و بیم که من حیث انگیزه در ما و تو هست، این می ترس و بیم از کی صورت؟ ما چرا از یک کس میترسیم؟ ما چرا از شیر میترسم؟ ما چرا از پلنگ میترسم؟ به جهت از اینکه ما در مقابل پلنگ دیگه توانایی نداره که با او پنجه نرم بکنم برادر اسلام. شیر که بالای ما حمله کرد، خلاص گونه مون را میگیرم، از بین میبریم دیگه. پس متوجه باشین که نمی ترس خودش در حقیقت یک اظهار عظمت و بزرگی به یک چیز هست، اظهار قوت و قدرت به یک چیز میباشه. خب حالا تو برای ما بگوی برادر اسلام که ما و تو که به الله واحد و یگانه ایمان داردیم و به او ذات ایمان آوردیم که تمام از این جهان و کائنات با وحدانیت و یگانگی خود پیدا کرده، پس تو برای ما بگوی که امی عظمت، امی بزرگی، امی قوت، امی قدرت از آن کی هست دیگه؟ از امی الله کرده در امی جهان و کائنات کسی قوی هست؟ از امی الله کرده در امی جهان و کائنات دیگه کسی عظمت داره برادر اسلام؟ پس بگوی ما از کی بترسیم؟ از الله واحد و یگانه بترسیم. و ترس از الله واحد و یگانه متوجه باشین که جزء عبادت ما و تو هست. آیات متعدد قرآن مجید برادر اسلام، آیات متعدد قرآن مجید ما و شما را به طرف عبادت ترس از الله جل جلاله ما و شما را ارشاد و رهنمایی میکنه و همیشه این را بر ما اظهار میکنه آیات قرآن مجید که فلا تخافو و خافونی این کنتم مؤمنین. ببینید که چه قسم یک قیدی بود، فلا تخافو هم و خافونی این کنتم مؤمنین. از دیگه چیزها نترسین، خوف نداشته باشین، حراس نداشته باشین، و خافون تنها از ما بترسین. این کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا چی هستین؟ مؤمن هستین. واقعا مؤمن به چی معنا؟ یعنی واقعا اگر شما عبادت تان به الله واحد و یگانه انجام میدین، پس متوجه باشین که ترس از الله جل جلاله هم یکی از انواع عبادات هست و عبادات قلبی می باشه. و این ترس از الله جل جلاله هم متوجه باشین که اظهار عظمت به الله واحد و یگانه می باشه.
خب شک نیست برادر اصلا قسم که پیشتر در رابطه با محبت هم براتون گفتم، هیچ مؤمن و مسلمان ما پیدا نمی کنیم در روی زمین که به الله جل جلاله ایمان داشته باشه او ادعا را بکنه که من از خدا نمی ترسم. چرا کسی میگه من از خدا نمی ترسم؟ این دیگه از دایره اسلام خارج است برادر عزیزم. چرا ترس از عبادت جزء به اسلام ایمان موضوع هست. ولیکن همه ما میگیم از خدا می ترسیم، همه ما میگیم ما از خدا ترس داریم، ولیکن آیا تنها ترس از خدا امیت یک شعاری هست که ما به زبان بگوییم؟ یعنی عبادت توسط از امی انجام میشه که ما بگوییم خلاص ما از الله میترسیم؟ و یا یکی عبادت ترس از خدا از ما و تو عمل میخواید؟ ترس از خدا باید در هر عرصه حیات و زندگی ما پیاده شد و برادر اسلام. عبادت ترس از خدا خود تنها این است که ما در قلب بگوییم در زبان بگوییم خلاص دیگه از خدا میترسیم، ما هم از خدا میترسیم برادر اسلام. ولیکن ترس از خدا متوجه باشین که در حقیقت عبارت از یک احساس و شعور هست که در تمام عرصه های حیات زندگی باید پیاده شود. اگر ما در خانواده هستم، اگر ما در سرک هستم، اگر ما در کوچه هستم، اگر ما در دوکان هستم، اگر ما در بازار هستم، اگر ما در مسجد باشم، در تمام عرصه های حیات و زندگی ما باید که عبارت ترس از خدا موجود باشه. چه قسم موجود باشه؟ علامه ترس از خدا چی هست برادر اسلام؟ این همی قسمی که علامه محبت الله جل جلاله در حقیقت پیروی کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. متوجه باشین که علامه ترس از الله رب العزت هم در حقیقت خودداری کردن از منهیات الله رب العزت در تمام عرصه های حیات زندگی می باشد. اگر ما در تمام عرصه های حیات زندگی از آن چیزی که الله جل جلاله ما و شما را منع کرده بود ما خودداری کردیم، باز اونجا میگیم که واقعا ما از الله میترسیم. ولیکن زمانی که ما دیدیم که هنوزم در منهیات مشغول هستیم، هنوزم منهیات در روش و سلوک ما دیده میشه و هنوزم ما نمیتونیم که از منهیات آن چیزی که الله جل جلاله ما شما را منع کرده خودداری بکنیم، بس متوجه باشین که دعای ترس از خدا تنها یک شعار میباشه برادر اسلام. شیطان ابلیس هم در دو جای قرآن مجید آمده است که او هم اظهار خوف از الله جل جلاله را کرده. همین شیطان ابلیس، شیطان ابلیس در واقعه که در سوره حشر می آید و الله رب العزت برای ما شما بیان میکنه و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکمل واقعه زیر برای ما بیان کرده، بعد از اینکه انسان را در تمام معصیت و گناه گرفتار کرد و بعد از اینکه انسان در آخرین مراحل حیات و زندگی ایمان از پیشش سلب کرد و به ایمان از این دنیا بردش، بعد از او برایش اظهار کرد که من از خدا میترسم، من از خدا میترسم. پس آیا ترس شیطان از خدا، آیا شیطان از آتش جهنم نجات میتن؟ نه برادر اسلام، متوجه باشید این ترس شیطان از خدا تنها یک ادعا و شعار است و به می جهت است که الله رب العزت می فرماید که مثل شیطان از قال للانسان اکفر فلما کفر قال اینی بری منک اینی اخاف الله رب العالمین. در قدم اول میگه برش کافر شو و زمانی که او کافر شد باز او میگه من از تو بیزار هستم، من از خدا می ترسم. شیطان که از خدا میترسه، آیا این ترسش از خدا از آتش جهنم نجاتش داد؟ نه. الله رب العزت در بعد آیت میگه که فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. هر دوی از اینها در آتش جهنم برای ابد باقی میمانند. پس متوجه باشین که علامه عبادت ترس از الله جل جلاله در عرصه های حیات و زندگی ما در حقیقت خودداری کردن از منهیات میباشه. کدام منهیات؟ دروغ، کذب، خیانت، غیبت، رشوت، مال حرام، زنا، لواطه، دزدی، چشم چرانی، هر آن منهیاتی که امروز همه ما و شما میفهمیم برادر استاد. پس عبادت ترس از الله جل جلاله که اگه عبادت قلبی هست، ای باید که در حیات و زندگی ما و شما چی داشته باشه؟ تأثیرات خدا داشته باشه. عبادت قلبی دیگر برادر اسلام، عبادت قلبی که در قلب ما الله را عبادت بکنیم، الله را واحد و یگانه بشماریم و در این عبادت الله هیچ کس دیگر ما شریک نسازیم، عبادت توکل به الله رب العزت می باشه. ببینید که چقدر در رابطه با عبادت ما شما کمی و کاستی داریم.
امروز فکر بکنیم خلاص عبادت نمی نماز است بیا سجده کو و حلال و حلال بسلا بخید مسجد در آیسم نه رکو درک دارن نه سجده درک دیگه خلاص دیگه در رابطه با عبادت های قلبی اصلا ما تو توجه نکنه که من من حیث کسی که مسلمان هستم من مکلف هستم که باید که عبادت محبت عبادت ترس از الله عبادت اخلاص کل از عبادت ها باید که نه تنها که در قلب ما ایجاد شود باید در تمام عرصه های حیات زندگی ما باید وجود داشته باشه عبادت توکل به الله رب العزت. بازم براتان میگم ما با کی توکل میکنیم، یعنی ما یعنی به این معنی که امور خدا کار خدا برای کی مسپاریم. زمانی که به اسلام ما یک دست ما بند شوه یا کار ما بند شوه در دنیا من می کار خدا برای کی میدم؟ کار خدا برای کسی میدم که کار ما اجرا بکنه دیگه، توانایی و قدرت اجرای کار ما را داشته باشه. ما چی وقت یک نفر را وکیل میگیرم؟ به طور مثال در این شب روز ما و شما به اصلا در عرصه های قضایی و عدلی و قضایی ما و شما پروسه وکلای مدافعی هسته، اما یک نفر چرا وکیل مدافع میگیره؟ زمان وکیل مدافع میگه که بیچاره خودش توانایی دفاع از حق خود نداره، بیچاره خودش توانایی دفاع از حق خود نگیر نداره و بالاخره یک وکیل میگه که از ما چی بکنه، از ما دفاع بکنه. خب همین کسی که میره یک وکیل مدافع میگیره، من مثل ما وره کس وکیل مدافع میگیره که از قانون هیچ چیز نفهمه یا یک کسی را میگیره که در رابطه با اشتباه از حق از او دفاع بکنه دیگه، قوت داشته باشه و قدرت داشته باشه. پس تو برای ما بگوی برادر سام که کارساز در این جهان و کائنات کی هست؟ تو برای ما بگوی که قادر مطلقی که جلو قدرت از او را در زمین و آسمان چیزی نمیگیره کی هست؟ پس ما به کی توکل بکنیم؟ ما امور خدا به کی بسپاریم؟ پیش شرق بریم؟ پیش غرب بریم؟ پیش شیطان سرخم بکنیم؟ پیش ساحر و جادوگر بریم؟ استغانای مرده را بریم شور بتیم؟ یا به او حی و قیوم توکل بکنیم که لا یموت است؟ مشکل ما اینه میجاست برادر استم، امروز ما توکل من حیث عبادت اصلا در ذهن ما تو نمی کرده، در حالی که توکل جز عبادت های قلبی ما تو هست. ما در قلب خود باید الله را پرستش بکنیم، الله را واحد و یگانه بشماریم و یکی از توجیهاتی که ما در قلب خود الله را واحد و یگانه بشماریم مسئله توکل به الله هست و در آیات متعدد قرآن مجید الله رب العزت ما و شما را امر کرده که به کی توکل بکنیم؟ به الله رب العزت توکل بکنیم. پس به این اساس متوجه باشین که توکل یعنی سپردن کارها، یعنی در هر آن چیزی که ما نیاز پیدا میکنیم، در هر آن چیزی که ما حاجت پیدا میکنیم، و شک نیست نیست که ما من حیث انسان دیگر نیازهای بی حد زیاد داریم برادر است. ما بارها از سر از این منبر برتان گفته گیستم قسم به خداست که بین این نفس کشیدن خود ما نیاز داریم برادر است. او ذاتی که نفس را که پایان کرده که بالا نشو قسم به خداست که اگر زمین و آسمان دست به دست هم بکنه نفس را بالا بکنه. با شیشتن و خیشتن خود ما به الله نیاز داریم، با خوردن و نوشیدن خود ما نیاز داریم. تمام از این نیازها را ما به کی توکل بکنم برادر اسلام؟ به او حی القیوم لا یموت است که به او توکل بکنم که جلو قدرت از او را هیچ اصلا این نمیر از موت بخواه برادر اسلام. الله جل جلاله موت را پیدا کرده به خاطر عبادت. عبادت تنها این نیست برادر اسلام که قسمی که براتون گفتم که بیایم ما تنها در مسجد به اساس سر به سجده بریم با زبان که از اینجا برام میاد سر بگم گای پشت امریکا بدیم، گای پشت روسیه بدیم، گای پشت چین بدیم، گای به اصطلاح دست به اصطلاح پایای هندو و گاو پرستار رو بگیریم سر گای پشت به اصطلاح بت پرستار بس. نه، انسان مؤمن و مسلمانی که به الله واحد و یگانه ایمان آورد و گفت که لا اله الا الله، نیست هیچ معبود لایق و سزاوار پرستش عبادت مگر الله، پس یکی از عبادت هایی که تو باید برای از الله انجام بدی در تمام امور توکلت به الله بکو و توکلت که به الله کردی دیگه خلاص دیگه هیچ غمی نداشته باش. و کفا بالله وکیلا، و کفا بالله وکیلا، و کافی از برای تو الله من حیث وکیل. چی وقت؟ حد زمانی که تو توکلت به او ذات کردی دیگه. ولیکن هر زمانی که در توکلت تزلزل وجود داشت، در توکلت کمی و کاستی وجود داشت، پس با یقین بدان که تو در عبادت توکل در رابطه با الله جل جلاله مکلفیت تو به صورت درست انجام ندادی. برداشته های غلطی که از توکل کردیم برادر اسلام، باید این قضایا را بگویم که البته نشه که مثلا امروز بسیاری کسای ما شما که برداشته های غلط از توکل کردن گفتن خلاص توکل به معنای ازی که خلاص کل کار برو به خدا بسپار یا خودت تناق چار زانو بشی.
غالبا فکر کنم که عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمان بود، یا اینکه علی رضی الله تعالی عنه خلیفه چهارم مسلمان ها بود. زمانی که در مسجد در آمدن و یک تعداد مردم شیشته بودن در کنج مسجد، گفتن شما چی میکنین اینجا؟ ما به خدا توکل کرده گیستیم، ما به خدا توکل کردیم، یعنی میگه در مسجد چی چی مردم بیاین در دهن ما پارت چوب گرفت کلشان از مسجد کشید، گفت بره کار بکنین توکل. توکلی نه میگه که بیاد در کنج مسجد بشین ما به خدا توکل کردم. نه برادر اسلام، توکل در اسلام متوجه باشین که بکار انداختن تمام اسباب و تمام علل هست که الله رب العزت به دستس موتو قرار داده. تو من حیث انسان توانایی و قدرت و استطاعت تا در رابطه با اموری که الله رب العزت در حیطه توانایی تو قدرت تو تا قرار داده گیست، تو تمام توانایی تا بخرچ بته. بعد از اینکه تمام توانایی ها را به خرج دادی، بعد از او باز توکل تو به الله رب العزت بکن. فرق است همینجاست بین انسان مؤمن و مسلمان و بین یک انسان کافری که به الله رب العزت ایمان نداره. برادر اسلام، یک انسان کافر هر زمانی که به اصطلاح یک انتاج می داشته باشه، یک تولید می داشته باشه، یا به اصطلاح بگیم یک کامیابی می داشته باشه، متوجه باشین که انسان کافر همیشه انتاج و تولید و کامیابی خود به خود نسبت میگه ما بودم که کارا کردم، ها؟ در حالی که انسان مؤمن و مسلمان تمام سعی و تلاش و کوشش همه چیز خود به خرج میده و بعد از اون زمانی که نتیجه مطلوب برایش میرسه، این به اصطلاح عمل به خود نمیگه، این لطف پروردگار الله رب العزت. او که قدرت نمیداد ما هیچ چیز کرده نمیتونست، بس الله رب العزت نمیر از موت میخواهید. ما چرا ایمان به غیب داریم برادر اسلام؟ وگر الله جل جلاله ما با چشم میدیدیم دیگه خود خلاص، دیگه مسئله ایمان چی بود دیگه؟ بس الله رب العزت نمیر از موت میخواه. که انسان متوجه باش که تو به توحید ربوبیت که ایمان پیدا کردی و فهمیدی که الله رب العزت افعالش در هر ذره از این کائنات ساری میباشه، بس به یقین بدان که تو انسان هیچ فعل را انجام داده نمیتونی، هیچ کار را انجام داده نمیتونی، مگر آن کار را که الله رب العزت برای تو کرده باشه تعیین کرده باشه. امی قدرت، امی توانایی، امی اعضای بدن، امی تمام اسبابی که ما داریم همیشه کی پیدا کرده برادر اسلام؟ این مغز و عقلی که برای موت داده کی داده برادر اسلام؟ این اعضای سالمی که داده کی داده برای موت یا برادر اسلام؟ پس متوجه باشین که تمام از این چیزها بالاخره منجر به کار نمیشه تا به وقتی که ما به الله جل جلاله چی نکنیم، توکل نکنیم. پس توکل هم متوجه باشین که یکی از عبادت های قلبی میشه. انسان مؤمن و مسلمان در تمام عرصه های حیات و زندگی خود باید که توکل خود به الله رب العزت داشته باشه و هر زمانی که به الله رب العزت توکل کردین از چیز دیگه خوف نداشته باشیم. برادران، و کفا بالله وکیلا و کافی است الله رب العزت برای ما شما حیث وکیل. یکی از عبادت های قلبی دیگر که با کمال تعصب بگیم که امروز با هم بسیاری ما و شما در رابطه با این عبادت راه انحراف گرفته گیستیم، یکی هم در حقیقت عبادت پناجستن به الله جل جلاله می باشه. عبادت اخلاص، عبادت محبت، عبادت ترس از الله جل جلاله و بالاخره عبادت توکل به الله رب العزت، کل از عبادت های قلبی هست که ما الله را بر هر یک از واحد و یگانه بشماریم. انسان مؤمن و مسلمان محبتش با کی باشه؟ با الله باشه. ترسش از کی باشه؟ از الله باشه. توکلش با کی باشه؟ با الله واحد و یگانه باشه. و یکی از عبادت های دیگر که با کمال تعصب بگه امروز اکثریت ما شما در مشکلات قرار داریم و این هنستر من حیث عبادت هم نمیشماریم دیگه، در حالی که الله رب العزت که موتو را پیدا کرده از ما و تو خواسته که اینمی عبادت تنها و تنها با الله واحد و یگان انجام بدیم. و او در حقیقت عبارت از عبادت چیز؟ عبادت پناجستن به الله جل جلاله. پناجستن به چی معنی؟ یعنی به یعنی هر زمانی که ما در رابطه با یک خطر، در رابطه با یک چیز، در رابطه با یک مشکل، در رابطه با یک مصیبت دامنگیر ما و تو میشه برادر اسلام، در تمام از این حالات ما باید به کی توکل بکنیم و به کی پناه بجویم؟ به کی پناه بجویم؟ از کی پناه بجویم؟ پناه جستن ما به کی باشه؟ پس اینجاست که الله رب العزت برای ما میگه انسان هر زمانی که مشکل برات پیدا میشه، سختی پیدا میشه، مصیبت دامنگیری میشه، مرض میآید،
اقتصادت به اصطلاح ضعیف میشه، فقر و تنگدستی دامنگیرت میشه. یگانه ملجا و پناهگاهی که تو من حیث مسلمان داری و تو که خدا به اصطلاح به الله جل جلاله تسلیم کردی و تو که گفتی که لا اله الا الله، نیست هیچ معبود مگر معبود واحد و یگانه که الله هست، وسی الله هست، تو میخوای که در پناه جستنت هم تنها الله را بخوایی، در پالوی الله کسی دیگر را نخوایی. برادر اسلام، و به می خاطر از برادر اسلام، زمانی که ما در آیات قرآن مجید نظر اندازی میکنیم، در اکثریت آیات قرآن مجید ما و شما را الله رب العزت امر میکنه به قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بالله، اعوذ بالله. این می خود کلمه اعوذ که ما میگیم از عاز یعوذ گرفته شده، کلمه عاز یعوذ به معنای پناه جستن به یک چیز هست. باز هم براتون بگم که ما زمانی که به یک چیز پناه می جویم، متوجه باشین که پناه جستن ما به یک چیز در حقیقت این بیان اظهار عظمت به اون چیز می باشه. یعنی به ایمان کوچی چیز یک عظمت داره دیگه، به اون خاطر به اون چی میکنه پناه می جویه. مثلا همه ما شما طفلکای خرد داریم در خانه یا نواسه های ریزه داریم، زمانی که یگان به اصطلاح ترس و لرز و دیگه و دیگه میشم، این نواسه ها کادا کجا میشم، این پایای پدر خدا میگیره، به خاطر از کنه اون پدرش برای از اون همه چیز است. برادر استم، و شما باور بکنید که ما در مقابل عظمت پروردگارم از اون طفل خردسال کده هم به حد ضعیف و ناتوان استیم، به حد ضعیف و ناتوان استیم. پس کسی که ما به اون پناه بجاییم کی هست؟ آیا قبر هست؟ آیا درخت هست؟ آیا دودی هست که ما اوتو میکنیم؟ آیا استغانه مرده است که بریم از تا بگیریم که مرا پناه بده؟ و یا او ذات حی و لا یموت است که با قدرت کامل خود زمین و آسمان آفریده؟ پس ما به او پناه بجوییم. برادر اسلام، امروز در پناه جستن متوجه باشین که جز عبادت های قلبی ما تو می باشه، و در رابطه با این عبادت با کمال تعصب بگیم که انحرافات به حد ذات در ما و شما پیدا شده. بسیار جای تعصب است برادر اسلام که امروز ما در یک کشور اسلامی هستیم و ندای اذان محمدی و ندای وحدانیت و یگانگی الله رب العزت از هر منبر روزانه 5 بار بلند میشه. بازم در این سرکا که میریم، در این کوچه ها و بازارا که میریم، سبی طفلای خردسال ما و شما را که هیچ کسی نیست که میاره اگر شاد بکنه، یک راهنمایی بکنه، نمیفهمه که وزارت حج اوقاف چی مسئولیت داره. سب کوچیک کار را گرفته گیستن، در یه زغال انداخته گیستن، صاحب اسپند میگیره، صاحب دود میکنن. امی دود کردن اسپند چی هست برادر اسلام؟ این مرا بگین چرا ما این دود را میکنیم؟ یکی صاحب موترش میگه، صاحب گردش میگه، صاحب دوکا دیگه دوکان باز کرد، تو بیان دوک، چرا برادر عزیزم چرا امی دود را میکنیم؟ تو باش که از نظر بد نگاه شو، تو باش که بستا کنم مصیبت نبیه، یا پروردگار عالم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که روش و سلوک امتهای گذشته را، روش و سلوک امتهای گذشته را قدم به قدم، بلس و بلس و شبر به شبر تعقیب میکنه. حتی اگر یک از اونا در غار سوسمار هم داخل شده باشه، شما باز پشتش داخل میشه. گیاه اسپند متوجه باشیم برای اسلام که در ادیان باطله بودایزم، هندویزم، زردشتی هایی که در این دیار ما و شما بودند، متوجه باشین که گیاه های مقدس بود با نزد اونها. کسی که الله را نشناخت عبادت هر چیز میکنه. سبحان الله. تحقیقاتی که در رابطه با خداهای هندوها در این هندوستان که ما و شما میبینیم، تحقیقاتی که در قرن ششم میلادی قرار گرفته بود، متوجه باشین که دینمی هندوستان اضافه تر از 300 میلیون خدا پرستیده میشد. چیزی نبود که پرستش نمیکردن، چیزهایی را پرستش عبادت نمیال میکنن که حتی عفت زبان انسان تقاضا نمیکنه که رو به زبان خود بیاره، ولیکن مردم را پرستش میکنن، عبادت میکنن، سجده میکنن و تعظیم میکنن. و یک از این چیزهایی که تعظیم میکنه نمی گیره اسپنده هست که با کمال تعصب بگیم که در رومتای گذشته سبیر دود میکردن و با خاطر دود عزیز سبیر خود از مصیبت ها، و امروز ما و تو مسلمان هم به این مشکل گرفتار شدیم. امروز هم میریم ما با خاطر پناه جستن سبیر پیش جادوگر و پیش ساحر و پیش به اصلاح شیطان میریم. مرا از این چیز پناه بده، مرا از این چیز به اصلاح نجات بده.
امروز ما میریم به خاطر پناه جستن سب استخوانهای مرده را شور میدیم. نه برستان، پناه جستن ای جز عبادت قلبی ما توس برادر استم، و ای پناه جستن بغیر از الله واحد و یگانه به احد من المخلوقات جواز نداره. و به می خاطر است که از هر آن چیزی که ما پناه می جویم باید که پناه ما با کی باشه؟ به الله رب العزت باشه. مریم علیه السلام دوشیزه پاک دامنه که قرآن مجید به نامشان و به اسمشان یک سوره را نازل کرده، جوانی بودن و زمانی که میرن به در جایی که ناگهان یک مرد بیگانه در پیش رویشان به استاد ظاهر میشه، بت‌ها را صدا نکردن، جن‌ها را صدا نکردن، درخت‌ها را شور ندادن، به مرده‌ها پناه نبردن، بلکه گفتن که اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه، اینی اعوذ بالرحمن، ما بر رحمان به الله جل جلاله پناه می‌جویم. امروز با کمال تأسف زمانی که ما در رابطه با پناه جستن و عبادت پناه جستن که عبادت قلبی هست، زمانی که ما قلب خود در رابطه با این عبادت درست انجام ندادیم، متوجه باشین که الفاظ به حد مشرکانه امروز در رابطه با پناه جستن از دهن هم خارج میشه. پس به اساس متوجه باشین برادرسام که یکی از عبادت هایی که انسان مکلف به انجام دادن از او هست و این عبادت تنها و تنها به الله واحد و یگانه صورت بگیره، یکی هم عبادت های قلبی ما و تو است. ما در قلب باید الله را واحد و یگانه بشماریم و در تمام عبادت های قلبی بغیر از الله جل جلاله دیگر کسی را پرستش عبادت نکنیم. و این عبادت های قلبی چیزی هست که امروز با کمال تاسف اکثریت در رابطه با او فکر نمیکنه. پس به می خاطر در رابطه با این عبادت های قلبی ما برایتون روشنی انداختم، و این عبادت های قلبی که در حقیقت عبارت از اخلاص می باشه، اخلاص در حقیقت خالص کردن نیت فقط به خاطر الله واحد و یگانه، محبت با الله جل جلاله، ترس از الله جل جلاله، توکل به الله رب العزت، پناه جستن به الله رب العزت، کل از این جنبه های قلبی ما تو داره که کل از این عبادت ها را نه تنها که ما به الله انجام بدیم، بلکه در روش و سلوک حیات و زندگی ما همه از این چیزا نمایان باشه. باید که عبادت محبت ما با الله در حیات و زندگی ما شما نمایان باشه، عبادت ترس ما از الله در روش و سلوک ما در جامعه باید نمایان باشه. برادر اسلام، عبادت توکل ما به الله باید که در هر سهای حیات و زندگی نمایان باشه، و به عین شکل عبادت پناه جستن ما به الله جل جلاله باید که در حیات و زندگی نمایان باشه. تنها که بسیار در زبان میگه ما از الله میترسیم، باز ما بریم سه صد چیز دیگه بترسیم که اصلا قابلیت ترس نداره. تنها که ما بگیم ما به الله محبت داریم، و بالاخره زمانی که ما با چیزهای محبت داریم که نه تنها که محبت نه با خدا نیست بلکه دشمنی با الله هست، اتنا چه که ما بگوییم ما به الله توکل میکنیم، باز بالاخره توکل خود با چیزهای دیگه هم نه. الله رب العزت هیچ وقت این چیز نمیخواه، و الله رب العزت به حدیث قدسی میفهمه که وانا اغنى الشرکا، ما غنی ترین شریک ها هستم. هیچ عمل انسان، هیچ عبادت انسان که کوچکترین ذره شریک برای من قرار بده و عمل شما ازش قبول نمیکنم، در روز قیامت برش میگم برو عبادت را که برای کسی کردی از پیش از او بگی، در پیش ما چیزی نداری. والله رب العزت عزیز ذلت خوری ما و شما را در روز قیامت نگاه بکنه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم. شك نيست برادر اسلام که هر زمانی که انسان مؤمن و مسلمان عبادت های قلبی را قسم که شریعت اسلام ما و شما را مکلف کرده انجام میده، انسان مؤمن و مسلمانی که به الله واحد و یگانه ایمان داره، محبت از او تنها با الله می باشه، ترسش تنها از الله هست، توکلش تنها با الله می باشه، و پناه جستنش تنها با الله صورت می گیره، متوجه باشین که نمی عبادت در حیات و زندگی انسان تأثیرات و نتایج بی حد زیاد را ایجاد می کنه. و یکی از تأثیراتی که در رابطه با فرد اینمی عبادت های قلبی انجام میده و ایجاد میکنه، یکی هم در حقیقت ایجاد یک استقلالیت و یک شخصیتی هست که برای انسان میده، اونمون شخصیت انسانی که الله رب العزت به خاطر از او انسان پیدا کرده.
الله رب العزت انسان پیدا کرده برادر اسلام و خلق کرده و یه انسان کرامت داده و یه انسان برتریت داده، ولیکن متوجه باشین که برتریت انسان تنها در چیزهای ظاهریش نیست که ما میبینیم، بلکه برتریت انسان در اونمو چیزهای قلبی و داخلیش است که هر زمانی که مطابق احکام دین او را استفاده بکنه باز اونجاست که الله رب العزت برایش استقلالیت میده و شخصیت میده، کرامت میده و عزت میده. الله رب العزت ما و شما را به خاطر عبادت پیدا کرده برادر اسلام، یا ای که ما و تو بنده الله میشیم، اگر بنده الله نشدیم متوجه باشیم که بنده هر مخلوق دیگه میشیم. پس زمانی که عبادت های قلبی در ما و تو پیدا میشه متوجه باشیم که عبادت های قلبی در حقیقت ما و شما را از گرو تماما خداهای باطله، از گرو تماما مخلوقاتی که خودشان از ما و تو کده ضعیفتر هستند، از گرو از اونها نجات میده و ما و شما را یک بنده ربانی میگردانه. بنده ربانی به چی مانه؟ یعنی به این مانه که تماما امور خدا به الله واحد و یگانه است. الله به نمی خاطر ما و تو را پیدا کرده برادر استم، با این خاطر پیدا نکرده که ما محبت خدا به اسلام با چیز دیگه بکنیم، ترس ما از چیز دیگه باشه. او الله را گذاشته، او ذات عظیم را گذاشته و بالاخره ما با چیز دیگه پناه بجویم. او ذات ما گذاشته بالاخره ما چیز دیگه توقع. نه، الله زیر بار از ما نمیخواه برادر اسلام. الله که انبیا را فرستاد، الله جل جلاله کتابها را که نازل کرد، فقط هدف اینمی بود دیگه، به جهت از اینکه تمام مردم ها زمانی که بی قبل از انبیاء علیه السلام که بیایند شک نیست که خدا را میشناختن، الله را عبادت میکردن، ولیکن تمام عبادت هایشان یا به بتها بود، یا به حیوانات بود، یا به نباتات بود، یا به اجرام آسمانی بود، و یا هم به چیزهای زمینی بود برادر اسلام. اما چیزی که فراموش شده بود، الله واحد و یگانه بود. انبیاء علیه السلام میامدن و مردم میگفتن نه، این چیزها هیچ وقت خدا شدن نمیتونن، این چیزها هیچ وقت عظمت ندارن، این چیزها هیچ وقت قابلیت محبت ندارن، و نه این چیزها چیزی است که ما از او بترسیم و یا به او توکل بکنیم. ذاتی که شایسته محبت است، ذاتی که باید از او ترس صورت بگیره، ذاتی که باید به او توکل شوه و ذاتی که باید به او پناه جسته شوه، تنها و تنها الله واحد و یگانه است. الله اینمی از ما میخواه برادر است. اگر واقعا در این چیز خدا مستقیم کردیم، باز تأثیرات از رو در حیات زندگی در دیگه میبینیم برادر اسلام. آرامش براتان پیدا میشه، اطمینان براتان پیدا میشه، دیگه از مرگ خوف ندارین، دیگه از هیچ چیزهای دنیوی خوف ندارین، دیگه به حساب هیچ چیزهای دنیوی شما بندواز نیستیم، تنها ذات الله رو میبینید. پس هر زمانی که ما ذات الله را گذاشتیم و به هیچ چیزها تعلقات خدا حاصل کردیم، پس این مصیبت هایی که امروز دامنگیر ما شما شده، اگر اکثریت از ما شما تحلیل بکنیم، ارزیابی بکنیم، در حقیقت عبارت از نمو انحرافات هست که در رابطه با تمام عبادات برای ما شما صورت گرفته. پس به می خاطر توحید الوهیت از ما شما تقاضا میکنه که در قدم اول ما عبادت ها را بدانیم و بعد از اینکه عبادت ها را دانستیم، این عبادت ها را تنها و تنها به الله واحد و یگانه انجام بدیم که تا از تاثیرات از او در حیات و زندگی دنیا و در آخرت مستفید شویم. الله رب العزت همه ما شما را توفیق به اعمال نیکو نصیب فرمایه. اقول قولی هذا واستغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.